الو، خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوهای من سارا هستم و امروز میخوام یه خورشت بامیه با سیب زمینی گوجه درست کنم که خیلی خورش خوشمزه هست و شما میتونید درستش کنید. اول من به شما بگم که این خورش میتونه بدون گوشت هم درست بشه. بامیه، سیب زمینی و گوجه خودش به تنهایی میتونه یه دونه خورش خیلی خوشمزه بشه برای شما. برای امروز من یه مقدار گوشتم بهش اضافه میکنم، به این صورت که اول گوشت رو میذارم خوب میپزه با آب، بعد که گوشت پخت همزمان سه تا رو با هم مخلوط میکنم، گوشت و سیب زمینی گوجه بامیه، که خورشم خیلی با قوامتر باشه. اول اینکه شما گوشت رو میذارید میپزه، حالا یک ساعت، نیم ساعت، یک ساعت و نیم، دو ساعت، بستگی داره که گوشت شما گوشت چی باشه و چقدر زمان پخت ببره. اینجا گوشت من از دنده گوساله استفاده کردم. دنده گوساله به این دلیل استفاده کردم که دنده گوساله یکم گوشتش چرب هست، خوشمزه هست، یعنی میتونم بگم خیلی خوشمزه است برای خورش. دنده گوساله برای خورش خیلی خوشمزه است. و اینکه من از دنده گوساله استفاده کردم، همونجا دادم قصاب برامونو شنایدر کردم، خوردش کردم، بعد گذاشتم با آب بپزه، یعنی آب و گوشت. اول آب اولش که یه جوش اومد ریختم بیرون، بعد آب با گوشت رو میذارم میپزه، بعد یه دونه پیازم برای که گوشت بو نده، بوی زخمش همه جا رو نگیره، یه دونه پیازم شما میدازین داخل این آب. گوشت که پخت، بعد میتونید اول بامیتون رو سرخ کنید، سیب زمینیتون رو سرخ کنید، بردارید، بعد گوشتتون رو سرخ کنید، پیازم بهش اضافه کنید، گوجه بهش اضافه کنید و مواد همه رو قطع کنید و اجازه بدین خیلی راحت و خوب میپزه. وقتی گوشت از قبل میپزیم بعد با خورشمون قاطی میکنیم، انگار این که گوشتمون زمان پخت زیادی نبرده، این خورش خیلی خوشمزه تر میشه تا اینکه شما گوشت رو جدا سر کنید، آب بریزید روش بپزه، بعد مواد دیگر رو بهش اضافه کنید. به نظر من این روشی که من میگم و شما یه بار امتحان کنید، اگه خوشتون اومد و طعم غذا بهتون چسبید همیشه این کار کنید. اول گوشت رو بذارید خوب بپزه، بعد که گوشت پخت شما میتونید اون از تو قابل خیلی زیاد نپزه که له بشه، به اندازه بپزه که شما مثلا میخواین خوش بادمجون درست کنید، یعنی گوشتتون با بادمجونش دیگه زمان پختش تکمیل بشه، نه اینکه گوشتتون هنوز نپخته باشه یا خیلی له شده باشه. به این صورت که شما اول یه تیکه یا دو تا تیکه هر چقدر که گوشت دوست دارید و میریزید توی قابلمه، آب میریزید روش، آب اولش رو که کف و سیاه هست اونو عوض میکنید، دوباره آب میریزید داخل گوشت، آب گرم میریزید بهتره، آب میریزید داخل گوشت، یه دونه پیازم یا درسته میندازید یا چارقاش میکنید میندازید داخل این و میذارید آروم آروم میپزه. بعد که این گوشتتون پخت از تون آب گوشت درش میارید، با مواد دیگه‌تون حالا جدا جدا من بهتون میگم چه کار کنید، سرخ میکنید و بعد آب گوشت رو به این غذا اضافه میکنید. آب گوشت رو دور نمیریزید، آب گوشت رو به این غذا اضافه میکنید. من هر از گاهی گوشت رو به این صورت درست میکنم و بسیار خورشم لذت ترتیب خواستم بگم لذت میشه، خیلی بامزه و خوشمزه تر میشه و خیلی هم لعاب داره این خورش، خیلی هم خوشمزه میشه. و میریم که با هم ادامه ویدیو رو ببینیم. ممنونم که ویدیوهای منو میبینید، لایک میکنید و سابسکرایب میکنید.